برخی از طلبه های علوم دینی از کشور کویت با مرجعیت شیعه حضرت آیت الله لزما صادق حسینی شیرازی مد الله در شهر مقدس قوم دیدار کردند به گزارش شیعه ویوز معظم الله در این دیدار طی سخنانی فرمودند اوقات خود را منظم کنید تا تباه و هدر نشود به این منظور جدولی را تنظیم کنید که زمان درس عبادت غذا خوردن و استراحت و دیگر کارها در آن مشخص شود تا از هدر رفتن فرصت ها جلوگیری گردد معظم الله با اشاره به وضعیت حوزه علمی در گذشته افزودن زمانی که هم سن شما بودم روزی شش جلسه درس داشتم ما حتی در روزهای تعطیلی و فصل تابستان از دانش و درس قافل نمی شدیم حوزه های علمیه در آن روزگار با تعطیلی تابستانی و مانند آن بیگانه بود و در تمام طول سال تابستان و زمستان درس میخواندیم و به امور درسی می پرداختیم مرجعیت شیعه تاکید کردند امروز هزاران هزار طلبه علوم دینی در حوزه های علمی حضور دارند اما فقط اندکی از آنان به کسب مراتب بالای علمی موفق می شوند و این عدم موفقیت به علت بی‌نظمی در کارها و استفاده نکردن از وقت است مولا و سرورمان امیر حضرت علی علیه السلام میفرمایند باید کارهای خود را نزد دهید لذا بایسته و شایسته است که اوقات فراغت زندگی خود را با درس خواندن و مطالعه و مباحثه و نوشتن و اموری این چنینی پر کنید آیت الله شیرازی در ادامه تصریح کردند همچنین باید جوانان کویت را به تحصیل علوم دینی تشویق کنید چرا که کویت در آینده بیش از پیش به آلمان نیاز دارد